سلام علیکم، خیلی خیلی خوش اومدین به یه دنتی اسکول دیگه. آقا امروز میخوام براتون خوشگل ترین دندونمونه، یعنی همین دندون جلویی ها رو روی بلوکای گچی روی این بلوکا تراش بدم و بهتون یاد بدم که چجوری درستش کنین. پس تا انتهای ویدیو حتما از من همراه هم باشین. خب بچه ها، قبل از اینکه بریم سر وقت ساختن خود دندون، یه توضیح کلا بدم که رفرنسمون چیه. همینطور که تو ویدئوی قبلم احتمالاً دیدین، رفرنسمون همین کتاب دکتر حسن بهناز انتشارات شایان نمودار که احتمالاً اکثر دانشجو اکثر دانشگاه از این کتاب استفاده میکنن و طبق این پیش میریم مرحله به مرحله، گام به گام. شما هم مثل من میتونین از طراحی خود اون دندون روی بلوک تا تراشیدنشو همراه من انجام بدین و بریم سر وقت این که چه وسایلی لازم داریم. وسایلی که لازم داریم و دونه دونه بهتون معرفی میکنم. حتما بیس کاره باید تهیه کنین شما مگه میخواین درست کنین. اول از همه که خود گچشه، خود بلوک گچیاشه که تو این بسته ها میفروشن. حالا مارکش هم این روانگش، بسته 12 تاییه، 12 تا از این بلوک ها توش داره. این از این. یه ده خطکش لازم داریم. متاسفانه من خطکشم رو گم کردم، تو ویدیو قبلی بود. الان هم متر خیاطی دارم استفاده میکنم، ولی خب خطکش بهتره. دو تا قلم اصلیمون که کلن وسیله تخصصی دندون پزشکیمون حساب میشه توی این درس، یکی اسپاتول مدلاژه که همینطور که میبینین یه سرش این شکلیه، یه سر دیگرش حالت گرد داره و خودمون اسپاتول طورشه. قلم بعدیمون هم کارور مثلثیه که اینم دو سر داره. دو سرش شکل همدیگه است، دو سرش مثلثی شکله، ولی یکیش عمودیه یکیش افقی. ببینین این سرش، این یکی هم، این یکی سرش. تو تصویر جفتشو میتونین ببینین. اینم کارور مثلثی هم خیلی لازم میشه مثلا وقتی میخوایم دندون رو تراش بدیم. حالا تو خود ویدیو هم میبینین، تو ویدیو قبلی هم دیدین. و یه مداد اتود لازم داریم، میخوایم اون دندون رو بکشیم رو بلوک گچی. یه دونه هم کاتر نیاز داریم برای بریدن حالا این بلوک های گچی، که کاتر من کاتر موکت بوریه در واقع، ولی شما کاتر لوازم تحریری استفاده کنین بهتره. قبلا هم اینو گفتم. یه چیز جالبی هم که خیلی به کارمون میاد جوراب زنونه است. جوراب زنونه قشنگ میتونیم پرداخت کنیم، این سطوح مختلف دندون رو قشنگ باهاش پرداخت میکنیم و خیلی خوبه، یعنی هیچی جایگزینش نمیتونه باشه. سنباده هم به کارمون میاد. حالا فعلا من سنباده نداشتم، ولی بدون سنباده هم کارو میتونم پیش ببرم، ولی سنباده هم توی وسایلتون باشه خیلی کمکتون میکنه. خب طبق عادت مثل دفعه پیش بریم یه دور آناتومی دندون سانترال رو بررسی کنیم. خیلی نمیخوایم تئوری کار کنیم، ما خیلی نمیخوایم تئوری قلمبه سلمبه حرف بزنیم، ولی یه شمای کلی باید از دندون داشته باشیم. پس وسایلو جمع میکنم. خب بریم سر وقت کلن آناتومی دندونای سانترال. بچه این اپلیکیشن هم اون سری هم بهتون گفتم، اسمش دنتال آناتومی، خیلی کمکتون میکنه تو این زمینه. حالا فکر میکنم هم تو گوگل پلی بتونین پیداش کنین، هم تو اپستور، واسه هم iOS هم اندروید. کلن میتونین دندون رو از همه جهت، ریشه هاشون، همه چیشون رو بررسی کنین. بریم سر وقت دندون سانترال سمت راست. دندونی که روبرو نگاه میکنین به این نما میگن نمای لیبیال. خیلی شکل ساده‌ای داره این دندون، برخلاف حال اون مولرایی که قبلا ساختم و دیدین. کلن تک ریشه است. این که حالا سطح‌های مختلفشون رو بهتون نشون بدم، این سمت مزیالشه که از سمت مزیال مثلثی شکله، ولی از سمت لیبیال و لینگوال حالت زوزنقه‌ای شکل داره. میبینین انگشت من اگه دنبال کنین زوزنقه رو میبینین. و سمت دیستالش هم دوباره مثل مزیال حالت مثلثی داره. و سمت انسیزالش هم خیلی مهمه که یه لبه تیز داره و خیلی برنده. و گفتنیه بچه ها، دندون اولش که در میاد این سطح انسیزال خیلی تیزه، خب حتی بهش میگن ریج انسیزال، ولی با گذر زمان یه مقدار که سایده میشه این ریج انسیزال تبدیل میشه به لبه انسیزال و یه سطحی رو تشکیل میده، یعنی دیگه از اون تیز بودن در میاد. خیلی نکته خاصی نداره مثل مولرا که بخوام براتون سطح اوکلوزالش رو توضیح بدم، همین در این حد بدونید کافیه. ولی وقتی از سطح لیبیال نگاه میکنیم دندونو، اینجا یه حالت توی دندونایی که تازه رویده است یه سری برجستگی ها میبینیم که دندونو به سه قسمت تقسیم کرده که بهش میگن ماملون. توی این شماتیک هم اگه نگاه کنین حدودش رو میبینین
که به اینا میگن ماملون، و دو تا شیار هم هستش رو سطح لیبیال که بهشون میگن دیولوپمنتال دپرشن. شاید این دیولوپمنتال دپرشن ها رو تو همه دندونا نبینیم، ولی روی دندونای تازه رویده معمولا دیده میشه. نکته بعدی که تو این دندون صنایع دائمی اهمیت داره اون حد اکثر برجستگی یا هیت آف کانتورش از سطح‌های مختلفه. وقتی که شما از سطح مزیال یا حالا دیستال نگاه میکنین، ببینین مثلا این یک سوم سرویکالی تاج از همه برجسته تره و قشنگ اینجا میبینین یه حالت بالجی داره اینجا. حالا سرویکالی یعنی چی؟ هرچی به سمت ریشه نزدیک بشیم، هرچی به سمت سیجه نزدیک بشیم میشه سرویکالی که منظورم اینجاست، و هر چقدر به سمت لبه انسیزال نزدیک بشیم میشه انسیزالی. این از سطح لیبیالش بود و سطح مزیال و دیستال هم که بهتون گفتم. فقط آها یه نکته دیگه که داره، ببینین سیجه دندون هم خیلی مهمه. سیجه دندون ببینین توی اینجا توی لیبیال و لینگوال اینجوریه، یعنی یه تقعوری داره. وقتی که توی نمای مزیال و دیستال نگاه میکنی این تقعره تبدیل میشه به تهدب، میبینین؟ یعنی کاملا تغییر میکنه تا میرسه به لینگوال. حالا میرسیم به سطح پالاتالش. حالا سطح پالاتالش چجوریه؟ سطح پالاتالش علاوه بر این که مثل همون سطح لیبیالش یه تهدبی داره، دو سومش یه تقعری داره که یه سری فوساها اینجا هست، دوتا فوسا هست که بهش میگن دبلیو شکل. میبینین؟ دست منو اگه همراهی کنین نگاه کنین قشنگ یه حالت دبلیو شکل داره. به این برجستگی توی سطح پالاتال هم میگن سینگولوم، که ببین قشنگ دیده میشه از اینجا، از نمای مزیال یا دیستال قشنگ میتونین ببینین سینگولوم. بچا این اصطلاحات مثل سینگولوم اینا رو من به خاطر این به کار میبرم که گوشتون بیشتر بهش آشنا بشه. یه نکته دیگه که از سطح لیبیالش یادم رفت بهتون بگم اینه که ببینین مزیال و دیستال یه سانترال رو چجوری تشخیص بدین. حالا مثلا توی این دندونای آکریلی یا حالا هر دندونی، دندونای کشیده شده هستن، به شما دندون سانترال میدن، چپ و راستش از کجا بفهمی؟ ببینید سمت مزیالش خیلی تیزتره، این انگل اینجاش تیزتره، قائمه تره، ولی سمت دیستال دندون صنایع دائمی یا همون سانترال گردتره. میبینین قشنگ این مؤلفه‌اش راست و چپ دندون رو برام تعیین میکنه. اینجوری میفهمی که این وقتی دیستالش گردتره میشه دندون سانترال سمت راست، حالا اگه این سمتش گردتر بود میشه دندون سانترال سمت چپ. خب بریم سر وقت سطح انسیزالش، که گفتم توی دندون خلفی به این سطح میگفتیم سطح اوکلوزال، ولی توی این دندونا دیگه میگیم سطح انسیزال. از این نما کلا سطح انسیزال دندون مثلثی شکل دیده میشه. میبینین یه حدود مثلثی داره. اینجا همون سینگولوم سطح پالاتاله که بهتون گفتم. ولی سینگولومه تو کتابا میگن که یه مقدار به دیستال تمایل داره. میبینین وسط وسط نیست سینگولوم، یه مقدار به سمت دیستاله. و این باز ماملونا و اینا رو میتونین ببینین از این صد، این تقعر فوساهای دبلیو شکل رو که بهتون گفتم میتونین ببینین. و همین دیگه، فکر میکنم همه نکات تقریبا عملیشو بهتون گفتم، بلکه یه ذره بیشترم. یه نکته دیگه که میمونه محل تماس دندونه. حالا محل تماس دندون یعنی چی؟ یعنی چه از مزیال چه از دیستال دندون با دندونای کناریش تماس داره. از این سمت این نقطه با سانترال سمت مقابلش تماس داره، سمت دیستالش هم با دندون لترال کناریش تماس داره. و نکتهش اینه که همینطور که الان نوک مدادای منو میبینین، محل تماس مزیالیش انسیزالی تره و محل تماس دیستالیش جینجیوالی تره. ببینین کلن این مورفولوژی هم مثل درسای دیگه هم، مثل آناتومی، حالت جغرافیایی داره، مثل جغرافی هست، یعنی همش با آدرس دادنه. شاید من بگم نمیدونم مزیالیش انسیزالی تره، دیستالیش جینجیوالی تره، یه ذره گیج بشین، ولی یه ذره دقت کنین میفهمین چی میگم. همین دوتا نقطه‌ای که من نگه داشتم همین مفهومو میرسون، یعنی اینکه آقا محل تماس این ورش پایین تره، محل تماس این ورش بالاتره. خیلی ساده شده شو بخوام بهتون بگم، دقیقا همین دوتا نقطه میشه محل تماساش با دنده دیگه. خب راجع به ریشهش هم بخوایم حرف بزنیم، همینطور که میبینید ریشهش تک ریشه است، چیز خاصی نداره، فقط یه تمایل دیستالی داره این ته اپکسش، و اکثر دندون این مدلی هن که ریشهشون یه تمایل دیستالی داره. راستی بچه دندون لترال ماگزیلا هم، لترال بالا هم دقیقا مثل همین دندونه، فقط با ابعاد کوچیک‌تر. یه مقدار این دندون سانترال مربعی تره. شاید فکر کنین که این طولش بیشتر از عرضشه، خب ولی تقریبا برابرن، تقریبا این طول تاج دندون با عرضش برابره. و طول ریشش هم میگن که دو سوم طول تاجشه، که حالا تو اینجا خیلی برای ما اهمیت نداره. راستی تا یادم نرفته بگم که سن رویش دندونام خیلی مهمه. خب ببین حالا نمیشه همه رو همزمان حفظ کرد اگه اول کار باشین، ولی دونه دونه اگه یاد بگیرین خیلی بعدن کمکتون میکنه، تو همه درسا کمکتون میکنه. حالا شاید تو خود مورفولوژی کمکتون نکنه، ولی تو همه درسا بعدن به کارتون میاد. سن معمول رویش این دندونام 7 سالگیه،
توی مولرا اگه یادتون باشه 6 سالگی بود، توی این دندون 7 سالگیه. خب فکر کنم دیگه خیلی تئوری صحبت کردیم، قرار بود دیگه خیلی تئوری صحبت نکنیم، بریم سر وقت کار عملیمون و کار اصلیمون. خب اینا بلوک گچیمون، بریم سراغ طراحی دندون روی این بلوک گچی. کتاب دکتر بهناز میگه طول دندون باید 25.5 باشه. طبق عادت، طبق چیزی که دفعه پیشم بهتون گفتم، من یه مقدار بیشتر میگم. حالا الان من چون اینجا خطکش ندارم و این مترم یه مقدار دقیق نیست، از 2 شروع میکنم، ولی شما این 25.5 میلیمتر رو حتما دقت کنین بهش. من مثلا 25.5 و تقریبا مثلا 27 هم میتونم بگیرم. بیشتر میگیرم که بعدا حالا پرداختش کردیم خیلی مشکلی پیش نیاد. تا اینجا میشه تقریبا 27. از اینجا رو حساب کنین ببینین، 1 سانتیمتر 2 سانتیمتر و اینجا هم 7 میلیمتر میشه 27 میلیمتر. 4 وجه این بلوک گچی رو اینجوری خط میندازم. بچه خیلی هم نترسین که مدادتون خیلی مثلا کم رنگ بخواییم بکشین، قشنگ پر رنگ فشار بدین که یه خط بندازم. فقط به یه کشیدن کلن خطه اکتفا نکنین، یه حالت بتراشین، انگار داریم میتراشین روی این گچ. خب حالا اینجاست که کاتر به کارمون میاد. دور تا دورش شد یه بلوک 27. حالا در وجه های دیگرش که برای ما 25.5 بودا، دقیقش 25.5، من 27 گرفتم، بیشتر گرفتم که اگه مشکلی پیش اومد مثلا بتونم جای اصلاح داشته باشم. اون دفعه هم اشاره کردم توی ویدیو قبلم گفتم، حالا من خیلی مثل همون خیار که قبلا گفتم قاچ خورد، خیلی نیاز نیستش که نیروی زیادی وارد کنی، حالا الان اضافی اومد اشکال نداره، میتراشم این اضافاتشو. یه ذره جوراب میکشم. میبینید جوراب چقدر قشنگینو برداشت میکنه؟ قشنگ مثل یه سنباده نرم برای ما کار میکنه. بچه شاید الان نگران بشین بگین چرا این سمتش خیلی صاف نشده، ولی بازم برای ما اهمیت نداره، سمت تاجشو میندازیم این سمت که صاف ده. ولی باز توی مولرا دندون آسیاب مهمتره که این سطح صافه باشه، چون میخوایم سطح اوکلوزال دندونو بتراشیم. حالا اینجا خیلی چون سطح انسیزال برای ما اهمیتی نداره. بچه این بلوکا کلن 12x12 میله. خب همینطور که الان اینجا میبینیم، ولی توی کتاب دکتر بهناز گفته باید عرض مزیو دیستالیش 9 میلیمتر باشه، که یعنی از این 12 میلیمتر 3 میلیمتر باید کم کنیم. ولی باز من اینجا 3 میلیمتر کم نمی کنم، مثلا 1-2 میلیمتر کم میکنم. میبینیم؟ چون که باز دوباره بتونم کار اصلاح داشته باشم، اگه مشکلی پیش اومد بتونم اصلاح کنم. خب اینجا یه L میذارم، یعنی لیبیال. اینجا شد سطح لیبیالمون. حالا باز اینجا رو میتراشیم که کمتر بشه، مثلا خیار پوست گندم میمونه. اینجایی که اینجوری یه ذره میخوام کم کنم و خیلی دیگه نمیذارم اینجوری فشار بدم، چون ممکنه دستم خطا بره و خراب شه کل بلوک. یه لایه روش برمیدارم تا اون عرضی که میخوامو بهم بده. یه ذره دوباره جوراب میکشم قشنگ صاف شه. خب این از عرض مزیو دیستالیش که اینجوری میشه، در واقع این میشه عرض مزیو دیستالی. حالا عرض باکولینگالیش که اینجا باشم تو کتاب گفته 7 و 8 میلیمتر، اونم باز من بیشتر میگیرم، اونم تقریبا 9 میلیمتر میگیرم، که باز اگه دستم خطا رفت مشکلی پیش نیاد. این سمتم دوباره کات میکنم، دور تا دورش رو خط انداختم که کات کردنم راحت بشه. خب تا اینجای کار یه بلوک گچی درست کردیم به ابعاد 25.5x9x7.8. حالا هر کدوم از وجه‌ها رو من 1-2 میل بیشتر گرفتم، که به شما هم توصیه میکنم حتما این کار رو کنین، چون بعدن دستتون بازتره. تو مرحله بعدی میاد تاج رو از ریشه جدا میکنه. طول تاج رو 11.3 میلیمتر در نظر میگیره. اینجا هم باز من یه مقدار بیشتر میگیرم، حدودا 12 میلیمتر میگیرم. این خطی که برای جدا کردن ریشه از تاج میندازم و دور تا دور این بلوک گچی میکشم. خب تاج از ریشه جدا شد، حالا میرسیم به طراحی خود دندون رو بلوک گچی. اول از همه مزیال و دیستال رو مشخص میکنم،
چرا؟ چون که گفتیم با هم دیگه فرق میکنه سطح مزیال دیستالش. سطح مزیال اینجوری تیزتر بود ولی سطح دیستال یه مقدار گردتر بود. اینجوری. اینم از ریشهش که گفتیم ته اپکسش یه تمایل دیستالی داره. پس مهمترین نکته این مرحله مهم این بود که سطح مزیال یه مقدار تیزتره، قائمتره، ولی سطح دیستال همینطور که می‌بینین یه مقدار گردتره. این حالت رو اگه اجرا نکنین دندون شکل آدامس شیک میشه و اصلا شکل دندون نمیشه. به خاطر همین خود دندون خیلی قرینه که نیست. همینطور که گفتم سمت مزیال دیستالش فرق میکنه. و یه نکته دیگه هم که هست، موقع طراحیتون همینطور که قبلا هم گفتم تو ویدئوی دیگه، حتما خطاتون رو خیلی اینجوری عمیق بندازین، یه شیار ایجاد کنین با نقاشی کشیدنتون. اینطوری نباشه که فقط بکشین، چون اگه فقط نقاشی بکشین و اینجوری شیار نندازین 2 دقیقه دیگه ممکنه پاک بشه و کنترل کار از دستتون خارج بشه. خب حالا سطح‌های مزیال و دیستال و ما الان دندون داریم از روبرو می‌بینیم، کات میکنیم دوباره با کاترمون و اینجوریه که عین یه مجسمه ساز ما داریم از یه چیز 2 بعدی یه چیز 3 بعدی خلق میکنیم. یعنی این نقاشیمون رو میخوایم 3 بعدی کنیم در واقع. این از سمت مزیال. حالا بریم سر وقت سطح دیستالش. سطح دیستالم دوباره مثل همون سمت مزیال میتراشم. اینجاشم یه کوچولو گرد میکنم. حالا خیلی هم نیاز نیست بیان این قسمت رو کات کنین ها، یه ذره بردارین کافیه، بعدا با جوراب جبران میکنیم. قشنگ لایه لایه برمیداریم رو گچ. خب حالا نوبت چیه؟ نوبت این که یه ذره جوراب بکشیم دوباره. قشنگ این سطوحی که با کاتر خیلی صاف نشده رو با این جوراب صاف میکنم. تا اینجا سطح لیبیال رو طراحی کردیم، بعدش سطح مزیال و دیستال رو تراشیم. تا اینجای کار برای جفت دندون سانترال مراحل یه شکله. حالا از اینجا به بعد که دندون راست یا چپ رو تعیین میکنم. دیگه من ویدیو جدا برای دندون چپ نمیگیرم. همین ویدیو رو اگه یکی دو بار خودتون ببینین و با دقت بشین درست کنین، از منم بهتر میتونین درست کنین. حالا از این مرحله به بعد دیگه هر کاری میکنم مربوط به دندون راست سانترال بالا میشه. تو این مرحله میایم سطح مزیال دندون رو طراحی میکنیم. قبل از اون این خطی که تاج رو مشخص میکرد رو دوباره طراحی میکنم، دوباره امتدادش میدم، به هم دیگه وصلش میکنم که بعدن قرار این خطه برای ما بشه ناحیه CJ. برای سطح مزیال یه خط عمودی اینجوری میکشم، به 2 قسمت تقسیم میکنم سطح مزیال دندونو. این خطه باعث میشه راحت تر بتونم طراحی کنم. همینطور که توی بخش تئوری بهتون توضیح دادم، این قسمت CJ توی سطح پروگزیمال قوسش دقیقا برعکس سطح لیبیال و لینگواله. به خاطر همین اینو قشنگ نقاشی میکنم روی گچم. حالا از سطح مزیال قسمت لیبیال رو طراحی میکنم که گفتیم این هیت آف کانتورش 1/3، این قسمت 1/3 سرویکالیه و یه حالت تهدبی داره تا اینجوری میره به سمت سطح انسیزال. سطح لینگوالش چجوری بود؟ سطح لینگوالش یه برجستگی داشت به اسم چی؟ به اسم سینگولوم. سینگولومو میکشم، این از سینگولومش و بعدش هم یه تقعر داشت که اون فساها بود اگه یادتون باشه. بعد آروم آروم این تقعره خودش وصل میشد دوباره به این سطح انسیزال. اینم یه دندون آکریلیه آوردم اینجا که بتونه بهمون کمک کنه. همینطور که میبینین این شکلیه، یه سینگولوم داره، حالا این خیلی دقیق نیست. بعدش یه تقعرطوری داره که میاد این قسمت. میبینین قشنگ مداد من نکنین، هم تهدبه رو حس میکنم هم تقعره. خب حالا بریم سر وقت ریشش. ریشم دوباره از سطح مزیال یه مقدار متفاوته دیگه.
ریشه سطح لیبیالش یه مقدار مقعرتر از این سمته. میبینین یه تقعوری تو این ایجاد کردن. حالا دوباره مثل مرحله قبل این اضافات رو میتراشم با کاترم. میبینین اینجا رو بر نمیدارم چون که سینگولومه، این ور رو بیشتر بر میدارم تا اون تقعره، تا اون فسوعه رو ایجاد کنم. همه این خطایی که انداختم رو میتراشم. خب تا اینجا یه شکل کلی از دندونمون رو درست کردیم. شاید خندتون بگیره بگی این چه شکل مزخرفیه درست کردی، ولی حقیقتا اینه که تا اینجا ما قسمت اصلی کار رو انجام دادیم، تمام طراحی و تراش رو دادیم. دیگه بقیهش میشه صاف و صوف کاریه که باید با جوراب بیفتیم به جون گچه بیچاره. قشنگ تمام این پستی بلندی ها رو با جوراب میسابم. اینجوری ببین قشنگ میسابم تا صاف صاف بشه. ببین قشنگ میتونین تغییر رو احساس کنین وقتی که جوراب میکشم. جوراب کشیدنم باید جوری باشه که دقیقا از اون تقعر و تهدب تبعیت کنه، یعنی مثلا یه جایی که تهدب داره رو بی خودی نسابم بشه تقعر. خیلی تهدب و تقعر گفتم، خیلی قلمبه سلمبه شد. امیدوارم منظورم رو فهمیده باشین. قشنگ ببینین این مکعب مستطیل باید بشه یه چیزی مثل مخروط. میبینین الان نسبت به یه 30 ثانیه قبل اگه دقت کنین کلی از این چین و چروک ها و کلی از این پستی بلندیاش صاف شده. حالا همینجوری ادامه میدم. کلا خیلی باید حوصله به خرج بدین تو این درس مورفولوژی. خب این تقریبا صاف و صوف شد. بچه یه نکته ای که خیلی بهش دقت نمی کنن اینه که سی جی رو میان فقط یه خط در نظر میگیرن. ببینین بچه ها سی جی اصلا یه دونه خط صاف نیست، یا حتی یه خط مقعر هم نیست، یه سطحه، یعنی یه اختلاف سطحه در واقع. حالا الان وقتی میتراشم متوجه میشه. ببینین الان من دارم سی جی دندون رو پررنگ تر میکنم، دوباره یه جورایی طراحیش میکنم. همینطور که گفتیم تقعر اینجا با این سمت متفاوته کاملا با سطح پروکسیمال، یعنی مزیال و دیستال. خب بچه سی جی تقریبا پررنگ کردم. حالا نکته مهم اینجا بود. ببینین سی جی یه دونه خط عادی نیست، همینطور که گفتم ببینین توی این ملاژم تقریبا رعایت شده. سی جی یه حالت اختلاف سطحی برای ما نشون میده. حالا چیکار میکنم این اختلاف سطح ایجاد بشه؟ اینجاست که بالاخره کارور مثلثیمون تو اینجا به کارمون میاد. توی دندون خلفی خیلی به کار میاد، ولی خب توی سانرال به اندازه خلفی شاید کار نیاد، ولی اینجا به کارمون میاد. توی این قسمت برای تعیین سی جی خیلی بهمون کمک میکنه. ببینین قشنگ از این خطی که انداختم اینجوری آروم آروم برداشت میکنم که اون اختلاف سطحه که بهتون گفتم پدیدار بشه. چون ببین توی دندون واقعی بیشمون که اینقدر کلوف نیست. اصلا برداشتن این قسمت نترسیم، چون اولا ریشه از خیلی تو این درس برای ما اهمیت نداره، دوم که واقعا اختلاف سطح دارن،
یعنی اینجوری نیستش که سطحشون برابر باشه، کاملا باید ریشه نازکتر از تاج ما بشه. هر از چنگایی دوباره این سی جی مونو اینجوری خط میندازم و باز برداشت میکنم روش. دوباره جوراب میکشم، هی باید برداریم جوراب بکشیم، برداریم با اون کار برمون دوباره جوراب بکشیم تا به اون نتیجه مطلوبی که میخوایم برسیم. دیگه مرحلش واقعا همین بود دیگه، بقیهش همش ریزکاریه، یعنی کارهای درشتش رو انجام دادیم. دوباره ببین روی این سینگولوم اینا هم میرم ها، که هی شکل دندون طبیعی تر در بیاد. شما فقط این اختلاف سطح رو با برداشتن اون اضافات میتونی جبران کنی. یعنی ببین من دارم این سطح لیبیال رو هی این سمتش رو بیشتر با جوراب میکشم، باعث میشه ببینی داره شبیه در میاد. یا دوباره این سمت و سطح لینگوالش رو چون تقعر داره بیشتر میکشم. این لاین انگلای دندون رو قشنگ باید جوراب بکشین تا از اون تیزی و خامی در بیاد. خب میبینین چقدر بهتر شد. حالا با اسپاتولم، با اسپاتول مدلاژم این سطح گردش اینجا این فوسایی که بهتون گفتم یه مقدار عمیق‌تر میکنن، اون حالت دبلیو شکل رو که بهتون گفتم شیار دبلیو شکل رو ایجاد میکنن. یه ذره اینور میکنم یه ذره از اینور. اصلا از زیاد برداشتن نترسید، یه ذره جوراب بکشیم همش درست میشه. این جلو هم یه دوتا حالت اون دیولوپمنتال دپرشن ها بود بهتون گفته، حالا میندازم که همون ماملون های ذره پدیدار بشن، همین که یه حالت طبیعی تری پیدا کنه. خیلی نباید اینا عمیق باشن. این مامالونا یه ذره عمیق شده، با جوراب طبیعی تر میشه. اینجایی که دستم نمیره توش رو میتونم اینجوری جوراب رو گوله کنم، یه مقدار توش بچرخونم که ظاهر طبیعی تری جلوه کنه. گرچهش یه مقدار دوندونه، دارم این دوندونه رو حذف میکنم، ظاهر کار رو خراب کرده. تقریبا همه ویژگی‌هایی که باید داشته باشه رو رعایت کردیم. این زاویه مزیو انسیزال باید تیزتر باشه، قائمتر باشه. زاویه دیستو انسیزال گردتر باشه. دیگه ناحیه سینگولوم و اون فوساهای سمت لینگوال هم در آوردیم و دیگه همین دیگه. امیدوارم ویدیو به کارتون اومده باشه. مهمترین نکتهش اینه که خودتون دست به کار بشین، بلوک گچی رو بردارین، مرحله به مرحله دوباره ویدیو رو ببینین، با من پیش برین و بسازین دندونو و یکی دو بار بسازین خودتون دیگه استاد این کار میشین. ریشش هم نکته ای که داره اینه که یه تمایل دیستالی داره، همینطور که اینجا میبینین. بچه ها انصافا لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. همینطور که میدونین تبدیل کردن این بلوک گچی
به این کار ساده ای نیست واقعا. دیگه چه برسه اینکه ویدیو بگیری و الان یعنی من اگه بخوام براتون حساب کنم ویدیویی که شما احتمالاً توی کمتر از یه ساعت ببینید توی 30-40 دقیقه میبینین، من تقریباً 4-5 ساعت براش دارم انرژی میذارم و حالا بماند که ادیت و آپلود و ایناش هم خودش داستان خودشه داره. و همینطور که میبینیم کلا استودیو و میز کارم هم کلا به چخ رفته. استودیو نمیدونم موبایل آیپد و همه چی گچی شده. الان حالا دوربینو برمیگردم خودتون ببینید. اینا ببین این میز کارمه، این خوردهای گچه، این پایم گچی شده، این کابل شارژمه، کتاب و همه چیم کلا دیگه گچی شده. خلاصه که خیلی دوستتون دارم که تا این ساعت شب دارم براتون دندون میتراشم. حتما حتما با لایکاتون همه حمایت کنید. تو کامنت هم بهم بگین که دیگه چه ویدئویی دوست دارین براتون درست کنم، چیو بهتون یاد بدم. جایی که از دستم برمیاد توی ویدیو اون چیزایی که بلدم بهتون یاد میدم. تا یه ویدئو دیگه، به امید دیدار. داشت یادم میرفت، اگه برای اولین باره که یکی از ویدئوهای منو میبینی حتما حتما به پلیلیست دنتی اسکول یه سر بزن، کلی ویدئو تو اونجا قراره بذارم و یه سری ویدئو هم هست که خیلی بهت کمک میکنه. اگه بخوای دانشجوی دندون پزشکی هستی یا حتی دندون ساز هستی حتما الان یه سر به اون پلیلیست دنتی اسکول هم بزن.